أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى وسلم بارك على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در حال نماز هم بدن آدم باید پاک باشه، پاک پاک. یک سر سوزن نجاست در بدن آدم باشه، نماز آدم باطله. جز خون، اونم به اصطلاح میگن خون غروف و جروح، یعنی زخم شده باشه. مثلا خدای نکرده این که مثلا افتاد پایین، مثلا این گوشه مثلا پیشانی خونالود شد، زخم شد در اثر یک تیزی آهن، یه همچی خونی. این جروح، قروح هم یعنی اینکه دمل مثلا بدن آدم در آورده، مثلا از اون مقدار خون بیاد، اونم عیب نداره. خون بینی نمیشه. اگه یه قطره از بینی آدم خون چکید رو لباسش، اگر ممکن بود که بره آبش بکشه، بره آب بکشه، دو قدم پیش میره مثلا کنار یک شیر آبه، یه دستشوی آبه، اون لباسشو دستشو آب میکشه، برمیگرده باز میسه نمازشو میخونه، این عیب نداره. اما اگر مثلا وسط نماز متوجه شد که اول نماز یه مقدار خون بینی چکیده روی لباسش، نمازش. اگر وسط نماز ببینید خون قروح و جروح معفو مستثناست، نجاست دیگه اگر باشه نماز باطله. باید لباس و بدن پاک پاک باشه. باز مثلا دیگه مستحبه که آدم بهترین لباسشو در حال نماز بپوشه، لباس مثلا مثل عبا، یه لباس بلندی در حال نماز به تن کرده باشه، از این لباسای معمولی که معمولا یه مقداری مشکل داره از نظر تنگ و این حرفا، اینا ممکنه مشکل داشته باشه، مکروه باشه. خب مسئله های دیگه هم به نظرم میخواستم عرض کنم، یادم نیست، یادم رفت. ببینید فردا روز آخر دوران مثلا عزاداری هاست. مثلا معمولا ما هم رسممون این بود که، یعنی بنده رسمم این بود که از اول محرم اگه لباس مشکی میپوشیدیم تا روز صبح روز نهم، مثلا روز نهم یه روز عیده بزرگه و دیگه اون وقت تغییر لباس مشکی میدادیم و سایر چیزهای دیگه. مثلا فرض کنید که در این دو ماهه شیرینی نمیخوردیم، مثلا بعد از اون اگر مثلا باشه، یادتون باشه عرض کردم حاج آقای حق‌شناس فرموده بودم که استاد من در جوانی من گفت شیرینی نخور. آدم شیرینی نخوره آقا طورش میشه؟ طورش نمیشه. یه حظی میبره آدم از شیرینی، یه حظی میبره، این حظ تو بهشت کم میشه برای هرچی از دنیا شیرینیاشو بچشی توی بهشت کم میشه،
اون حس کم میشه. بله میان مرارت دنیا حلاوت الاخره، مرارت هایی که در دنیا شخص میکشه اگر بالخصوص در راه وظیفش باشه که دیگه در درجه اعلاست، این تبدیل میشه به شیرینی های آخرت. و بلکس بلکس خب از این حرف ها بگذاریم. حالا یه مرز کنیم، ممکن است بعد از روز هشتم که روز شهادت حضرت عسکری علیه السلام است یه مجلس های جشنی باشه. ببینید جشنی که اهل بیت آن را میپسندند جشنی نیست که توش یه ذره سر سوزن خلاف باشه، یه ذره سر سوزنی توش یه خلافی باشه، خلاف اخلاقی، خلاف شرعی، اصلا. یعنی بهترین روز عید برای ما چه روزیه؟ قدیر. بارکلا قدیر بزرگترین عید ماست. تو مفاتیح این دستورات چیه؟ بگم روز روزه بگیرید، مؤمنانی را مثلا قضا بدهید، این نماز را بخوانید، این ذکر را بگویید. دستور شارع شرع ما در روزها شادمانی هم دستور داره این کارو بکنید، این کارو بکنید، این کارو بکنید. کم نذاشتن که شما برای خودت اختراع تازه‌ای بکنی و یک از آدمای خوب، از آدمای خوب، خیلی خوب. من یه چیزایی دیدم در طول این سالها، یک ذره، من چی عرض کردم؟ یک ذره خلاف اخلاقی. مثلا از این مجلس ها بود هر که از در وارد می شد یه چیزی می گفتن بخندن، یعنی اون آدم سبک می شد، تمسخر می شد، میشه قطعا حرام. تمسخر مؤمن جزء گناهان کبیره است. یه حرف بدی هم میزدن که دیگه از این بدتر نمیشه آدم بزنه. میگفتن این کاری که عرض کردیم این تمسخر یک مؤمن و مثلا دست انداختن، از این حرف ها، این که گناه کبیره است، این موجب خوشنودیه. چی؟ گفتیم پاک دامن ترین موجود عالم از بدترین اعمال شرعی خوشنود میشه. شما از این حرف بدتر نمیتونستی بزنی. اگه حساب کتابی تو عالم هست یه روزی وای میسی جواب این حرفی، این کاری که کرده ای میده. آخه حرفایی هم جواب نمیشه داد. اون هفته عرض کردم بند خدا تمام عمر شراب خورده بود، تمام عمر، یادتونه دیگه، عرض کردم 24 ساعت مست بود، این آخر عمر توبه کرد. اینو خدا میبخشه؟ بله میبخشه. اما یه حرفایی رو هیچ کار خلافی به هیچ دلیلی، به هیچ دلیلی درست نمیشه. هر کاری آدم میکنه باید واسه جوابشو بده. اگر به دینم مربوط بشه بیشتر، غیر قابل بخششتر. ببینید به پیغمبر، ببین پیغمبر بزرگتر در عالم که نداریم دیگه، شخصیت بزرگتر است پیغمبر اسلام که نداریم که. اینا بحثشو هی کردی فهمیدن. اگه یک کلمه، یک کلمه به من
بی خود نسبت بدی. یک کلمه به من بی خود نسبت بدی، من دستت را میگیرم، رگ قلبت را قطع میکنم، نابودت میکنم. بابا بزرگترین شخصیت عالم، محترمترین شخصیت عالم، این آدمی که همه رو بلدیم دیگه، یه اشاره کرده ماه دونیمی شده، خورشید میشه دونیمی بشه به اشاره دستش، یه همچی آدمی. لعخص نامن ها بلیمین و لقطع نامن حلوتین، ما بدین چیزی نسبت ندیم، ما رو کاری ندارن، یه روزی کار دارن که دیگه اگر چیزی آدم به دین نسبت بدهد نادرست باشه، بلخصوص که یه چیزی باشه درست خلاف زد. میزنم اون مثال روش کردم که میگن از این اعمالی که ما داریم میکنیم که ده تا دوش خلاف شرعه، گاهی خلاف شرعه خیلی بزرگه، اینا حضرت صدیقه طاهره پاکیزه ترین پاک دامن ترین موجود عالم خوشنود میشه. همچیزی گران تموم میشه ها، گران، خیلی گران تموم میشه. هرچی خوبی بکنی شما پیغمبر فرمود که رضای فاطمه رضای من است، رضای من رضای خداست. نمیخواستم مستقیم بگم، یعنی واقعا مستقیم میشه که رضای فاطمه رضای خداست، غضب فاطمه غضب خداست. در این 14 معصوم اینجوریه دیگه، کلشون رضاشون رضای خداست، غضبشون غضب خداست. من دارم میگم که از این گناه بد من گاهی ببخشید. شب شهادت حضرت عسکری علیه السلام است. ببینید این دهه رو شایسته است که آدم، من دیدم مردان بزرگی را در تمام طول سال فقط این دهه رو روزه داشتن، یعنی دهه محرم رو نداشت، تو روزه شرکت میکردم، خودش نداشت. دهه مثلا آخر سفر فاطمیه نه، این دهه از تا روز هشتم، تا روز هشتم بود منزلشون، منزلشون روزه داشتن. حتی مثلا شاد مثلا هر شبش هر روزش قضا میدادن، مثلا آدمای بزرگ دعوت میکردن برای سخنرانی به احترام پدر امام زمان ما، امام زمان ما، الان امام زمان ماست، امام حیه. احترام به پدر ایشان جزء عوامل بسیار 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 مهم قرب به آن حضرت، رضایت خاطر آن حضرت. یعنی ما بعد از وفات حضرت پیامبر روزه از زهرا میخونیم تا که تا پایان، یعنی دو ماه و دو ماه بعدم که ایام فاطمیه است، دو ماه فاطمیه است. این خیلی خوبه، خب همیشه خوبه، کار خوبه. یه دو تا ما دو تا کلام از حضرت عسکری علیه السلام بلدیم، ایشون هزار تا کلام فرموده، یه دوران امامت داشته دیگه، دوران امامت مثلا شاید حدود آره دقیق نمیدونم مثلا 17-18 سال مثلا الله با کموزید تا شهادتشون که 28 سال بوده مثلا، بله 17-18 سال مثلا دوران امامت خوبشون امامت کرده، هدایت کرده یک امت را. اشاره ارز کنم حضرت رضا علیه السلام آمدن به مرو، تشیع آوردن تا مرو، بعد از
دوران حضرت رضا علیه السلام، این همون سالهای مثلا قرنهای اولیه، ما مجموعه های شیعی در اون سوی غرب ایران، بخش شرق ایران داریم، قبلا نداشتیم. این تشیع آمده بود تا قم اولین بار. چرا؟ سه تا برادر شیعی از کوفه از دست حجاج فرار کردن آمدن قم. قم جمعیت زیادی نداره، اینا شدن به اصطلاح بذر اولیه تشیع در شهر قم. بعدا شهر قم کلن شده شیعه. عرضم به خصوص باز همین زمان های سختگیری های شدید بنی امیه، میخواستن ترکیب، دقت کنید، ترکیب جمعیتی کوفه رو عوض کنن. درست زمان صدام عمل شده، کربلا و نجف، کربلا و نجف رو کوشیدن ترکیب جمعیت رو به هم بزنن. مثلا از شهرهای دوردست عراق آدم آوردن اونجا نشوندن. آقای علوی اینجا نشسته که کربلایی قدیمی میگن ما میدونم اونجا نمیشناسیم آدم ها رو. شیعه رو کوچدن جای دیگه. این طرح سیاسی عیناً زمان بنی امیه عمل شده، کوچیدن ترکیب جمعیتی کوفه رو که علاقمند و محب اهل بیت هند اینا رو عوض کنن، جمعیت رو فرستادن به خراسان. همون باعث ریشه کن شدنشون شده. خراسان شده محب اهل بیت، یعنی محبت اهل بیت رو از کوفه اینا فرستن به خراسان، خراسان قدیم. و از همانجا عباسیان بر اساس شعار ببینید شعارشون این بود الرضا من آل محمد صلی الله علیه و محمد. این شعار در خراسان طالب داشت، علاقمند داشت. اونها اومدن به عنوان رضای این خاندان لشکر بنی عباس شدن. بعدم بنی عباس آمدن بدتر از بنی امیه، حالا اونش کار نداریم، در صورت محبت فرستادن اونجا. اما خب حالا چون چیزی نبود، خیلی معرفت نبود، گول خوردند و اون سو رفتن. میدونید که لشکریان بنی عباس، لشکریان بنی عباس در ادوار اولیه ایرانی هن. سربازان ایرانی مأمون رفتن به جنگ سربازان عرب امین و امین شکست خورد و نابود شد. ایرانی، ایرانی ها پشتیبان بنی عباس بودن. چرا؟ چون اینا شعار آل بیت پیغمبر دادن. کار نداریم. این تغییراتی که عرض کردم، تغییرات جمعیتی اینجا انجام شده. هر جایی که از این هجرت ها بوده محبت بوده، لذا مأمون دستور داد حضرت رضا علیه السلام رو از یه راه ببرن که به این شهرهای شیعه نشین نخوره. اما خب حضرت رضا با خودش تشیع آورده و در شرق ایران هزار تا کانون شده. حالا عدد هزار رو من عرض میکنم، هزار تا کانون تشیع شده در شرق ایران. عرض کنم دو تا عبارت از حضرت عسکری علیه السلام شهرت داره، هر دو هم ممتازه. یکیش داستان زیارت اربعین دیگه، فرمود که زیارت اربعین جزو علامات مؤمن است، که الحمدلله بعضی از دوستان از این علامت برخوردار شدن، انشالله بمانه براشون. اونایی هم که مثل بنده تا حالا، البته فکر میکنم یه سال ما اربعین کربلا بودیم، اما از بس خطر بود و خطر بود و خطر بود اصلا گیج شده بودیم دیگه. کار ندارم. یکی اینه که خب بلدیم، فرمایش حضرت عسکری فرمودن 5 تا علامت مؤمن داره، یکی زیارت اربعینه.
یه حدیث ممتاز دیگر، این حدیث 20 میلیون جمعیت، 30 میلیون جمعیت هر سال بهش عمل کردن، ولی این سالهای اخیر، البته سالهای قدیم این مقدار چیز نبود. این فرماشم فرماشه ممتازیه، خیلی ممتازه. هر کی دستش به این، به عمل به این حدیث رسید، رسید. این رسید دوم یعنی چی؟ توی حدیث میگه که چی رسید. هر کی نرسید، نرسید. اصحاب حضرت امام حسین شب، حالا نقلا اینجوری دیگه، مثلا میسین که یه مقدار آبی داشتن، میخواستن غسل کنن، آبی که مونده بود تقسیم کردن دیگه، هر کی سهم آب خودشو برداشته، حالا مثلا اینا میخوان غسل کنن، حالا حداقل بعضیشون میخواستن غسل کنن. اونجایی که وایساده بودن مثلا مقدمات برای رفتن داخل خیمه‌ای که بعد برن داخل اون و بتوان اونجا غسل کنن، اونجا با هم داشتن شوخی میکردن. اون یکی گفت آه امشب شب شوخی نیست، 30,000 لشکر شمشیرشو تیز کرده برای تیکه پاره کردن بدن ما فردا. گفت اتفاقا همه امشب شب شوخیه، ما فقط وقت رسیدن اون تا بهشت، حالا چیز دیگه هم ایشون علاوه فرمود، تا رفتن تو بهشت فقط همین فاصله است که من به صبح برسم اینا منو تیکه پاره کنه. اصلا هیچ معطلی نداره. بنده ممکنه اگه الان بمیرم 1,000 سال طول بکشه تا نمیدونم دستم به کجا بشه، معلوم نیست به کجا میرسه. تازه حساب و کتاب و این حرفای بهشت و هر کسی، ما با بهشت فقط فاصلمون همین 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعته. بهتر از الان وقتی برای شوخی نیست. بعد اینو گفت، گفت 20 سال این نقل ها هست، 20 سال من با نماز، با وضوی نماز عشا، نماز صبح خوندم. معلومه؟ با وضوی نماز عشا نماز صبح خوندم. خدای همچی توفیقی داده که من اینجا، من را بدم، من را بدم. و تمام طول عمر منو شاهد هست. از من کسی شوخی نمیدید، اما الان یه چیزی دیگه است. حالا درجه ایمانی اگه بالا بره، آدم بیا همچه امام فرموده، اصلا لازم نبود امام، میدونیم دیگه این آدم خودشو جانشو در راه خدا و پیغمبر و امام زمانش فدا کنه، بهشت چقدر مسلمه. کار ندارم. حضرت عسکر علیه السلام فرمود ان الوصول الی الله، رسیدن که عرض کنم یعنی ان الوصول الی الله، رسیدن به خدا. رسیدن به خدا یعنی چی؟ این بنده حالا وقتی که پا داشتم، وقتی که حالا که پا ندارم، مثلا با این ویلچر حرکت میکنم میرم تا دم در، میرسم به در. اینجوری داریم؟ اینجوری که نداریم که. رسیدن به خدا حرکت جسمانی که نداره که. دو جا عبارتشو قبل نمکرر عرض کردیم توی زیارت، ببخشید، مناجات شعبانیه. اونجا عبارت چیه؟ رسیدن به معدن عظمت. خدای تبارک و تعالی معدن عظمت، معدن علم، معدن قدرت، معدن رحمت. شما میخواهی به چنین معدنی برسی؟ قرآن چی داره؟ من کان یرید العزه فان العزه لله جميعا، یعنی معدن عزت خداست.
من کانا یوریدول، هر کی عزت میخواد. آقایون همه ما عزت رو میخواییم، همت نداره. من کانا یوریدول عزت، فنال عزت الله جمعی ها. خب راهش چیه؟ من میخوام برم اینجایی که آنجایی که اصل عزت آنجاست و همه عزت آنجاست. چجوری برم؟ بعدش چیه؟ الهی اسعد الکلم الطیب، کلمه طیب به سوی او بالا می رود. کلمه طیب یعنی چی؟ معنا فرمودن که یعنی این که شما قبول داری خدا یکیست، وحدانیت الهی رو که قبول داری، این کلمه طیب است. این کلمه طیبه به خدا می رسد. الهی یسعد به سوی او بالا می رود. هی کلمه طیب شما طیب تر می شه، یعنی اعتقادت قوی تر می شه، پاکیزه تر می شه، از شک پیراسته تر می شه. هی از شک پیراسته می شه، از شک پیراسته می شه، می رسه محض یقین به وحدانیت الهی. این آقا تا نزد خدا بالا می رود. الیه یسعد الکلم الطیب. بعد از چه راهی؟ این با چه نیرویی بالا می رود؟ به سوی خدا بالا می رود. و العمل صالح، عمل صالح این اعتقادات درست شما را به سوی خدا بالا می برد. یعنی هی شکش کمتر میشه، یقینش بیشتر میشه، یقین بیشتر میشه، یقین بیشتر میشه. یقینم حد نداره ها، ته نداره. به شهود آدم میرسه، میبینه خدا یکیست، میبینه. مثل ائمه ما که میبینه خدا یکیست. از هیچ کس نمیترسه، چون هیچ کس هیچ کاری نیست. میبینه که هیچ کس هیچ کاری نیست، همه کاری عالم خداست. اینو میبینه. این تا باز بالاتر. پس ببینید کلمه طیبی که در دل مبارک امیرالمؤمنینه، اعتقادش به این که خدا یکیست، این هی بالا رفته، بالا رفته، بالا رفته، تا به آنجا رسیده است که جز این نمی بیند. حالا اون کار داریم. عبارت ازشون رو میکنن، میگن من هرچی رو دیدم، اول خدا رو دیدم بعد اونو دیدم. بنابراین از هیچ چیزی که ترس آوره برای ما نمی ترسن. الیه یسعد الکلم، من کان یرید العزه فان العزه لله جمیعا. الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. این یکی بود، اون یکی چی بود؟ معدن العظمت توی خدای تبارک و تعالی. معدن عظمت از شما به معدن عظمت نزدیک میشی، یعنی خودت صاحب عظمت میشی. فرقش اینه، اون اصل شما فرعی، عظمت شما رو خدا داده. چقدر عظمت داری؟ مثل عظمت پیامبر ما میبین حد داره عظمتش؟ حد نداره، هیچ حد و مرز نداره. فرقش با خدا چیه؟ فرقش با خدا نیست که این فقیره، این عظمت خدا بهش داده، خودش صاحب عظمته، خودش صاحب عظمته. همین عزت ایشون، خدای تبارک تعالی معدن عزته. این عزت را به پیامبر بزرگوار ما مرحمت کرده. ایشون هم همه عزت رو داره، اما مال خودش نیست. داراست، اما دارایی عطای خداست. در اصل این وصول الالله یعنی این، یعنی آدم علمش میشه. این دو تا نقله که اونو بخوام عرض کنم، الان فکر میکنم که خراب میشه بحثمون. اگر خدا کمک کرد بگذاریم برای جلسه بعد به فضل خدا انشالله.
یکیش حرف این است که خدا دست بنده میشه، چشم بنده میشه. متن رو قبلا هم خوندم، خدا دست بنده میشه یعنی چی؟ یه جاهایی هستش که بنده دست خدا میشه. ما که نمیگی شما علی ید الله، نمیگی توی زیارتشون نداریم، عین الله، ید الله، اذن الله. این یه درجه است، درجه بالاتره. خدا دست بندش میشه، معنا داره ها. خدا دست بندش میشه یعنی اداره، مدیریت این دست با خداست. این دست دیگه به ظلم توی سر یتیم نمیخوره. این دست جز به محبت بر سر یتیم کشیده نمیشه. دست جز به عطا بخشش باز نمیشه. هیچ وقت مشت بسته نیست این دست، چون خدا داره اداره میکنه این دست رو. این یه درجه اعلایی از مقامات انسانی است. بالاترش اونی که گفتیم برای امیر، اونجا او دست خداست. حالا ان الوصول الی الله یه همچی چیزایی اگه یه ذرهش هم میخوای برسی، آقا چیکار کنیم؟ و این چیکارهایی که این تو نفرموده بگم، میگه آقا دروغ نگو. اگه دروغ بگی که به جایی نمیرسی، که هم تو گل میمونی، توی لجن میمونی. اگه آدم غرق گناه باشه، غرق لجنه. الان معلوم نیست، بعد از این عالم بعد معلوم میشه. لجنم یک کاش فقط لجن باشه. آتشه و لجنه. داریم شرایط رو میگیم، شما دارن اون چیز رو میگن، ما هم شرایطش میگیم که آقا اون چیزی که شما را به خدا میرسونه، یعنی به اون عظمت، به اون عزت، چه بود؟ که دروغ نگی، غیبت اصلا نگی، نکنی، نشنوی، غیبت نشنوی، غیبت نشنوی، غیبت نکنی، غیبت نشنوی. مال مردم یه ذره شو مثل آتش ازش فرار کنی. وقتی مال مردمه یه ذره شو، یه ذره با یه تون فرق نمی کنه. آتشه دیگه. این آتش هم یه ذرهش کل وجود آدمو می سوزونه، یه تونش هم کل وجود آدمو می سوزونه. مال مردم، آبروی مردم چی؟ اینا اصلا نزدیک نشی تا بشه، تا اینی که میگن بشه. وقتی من دروغ میگم، یه سنگ انداختم جلو پای خودم به بزرگی یه کوه. این ان الوصول الی الله عز و جل سفرون، این رفتنه، رسیدن به خدا یه سفره. آدم باید یه سفر کنه. با خوابی که بنده خوابم نمیسازه. سحر خوابم دیگه نمیشه. ان الوصول الی الله عز و جل سفرون. شما این عملی که اینجا امام فرموده است انجام میدی، اما اون کارا رو باید مراعات کنه. آدم باید مواظبت کنه، چشمش به طور جدی از نامحرم، ببینید جدی از نامحرم پوشیده باشه.
شما پوشش، اونا نمی پوشونن خودشونو، شما خودتو بپوشون. ان الوصول الى الله عز وجل سفرون، بر رسیدن یه راهی رو شما بری. آقا اگه بریم چی میشه؟ هزار بهشت، هزار بهشت تو قدم اولشه، هزار بهشت تو قدم اولشه. بهشت اصلا چیه؟ ان الوصول الى الله عز وجل سفر لا یدرک، این سفر قابل دسترسی نیست الا به امتطاع لیل. یعنی در زبان عربی میگن متیه، میم و تین با یای مشدد، یه مشدد اسمش، این یعنی مرکب. متیه یعنی مرکب، مگر اینکه شب رو مرکب قرار بدی، تو شب راه بری. اگه تو شب راه رفتی میرسی، هرچی بیشتر راه رفتی تو شب بیشتر میرسی، نزدیکتر میشی. همین، البته بقیه هم داره که بقیهش نمیخوام ارز کنم. ان الوصول الى الله عز وجل، میشه به خدا رسید. به خدا رسید یعنی چی؟ یعنی شما میتونی کرمت مثل کرم خدا بشه، قدرتت مثل قدرت خدا بشه، عزتت مثل عزت خدا بشه، عزیز بشی تو عالم، عزیز بشی تو عالم. این چقدر در طول تاریخ هزار و تقریبا 400 سال، تقریبا 400 سال داره میشه برای نابودی و حتی نشانهش هم از بین بره برای امام حسین چقدر کوشیدن. زمان صدام با هلیکوپتر اومدن، کسانی که به صورت پیاده از نجف به کربلا میرفتن از بالا به مسلسل بستن، همه ریختن زمین. چی شد نتیجهش؟ اون وقت مثلا اگر 20 هزار نفر بودن، حالا تبدیل شد به 20 میلیون نفر. اینو میخوان نمیشه، عالم میخواد. ما اگر از اهل بیت جدا بشیم هیچی، ما هم نابود میشیم. ما اگر یه ذره سایه اهل بیت بر سرمون باشه، سایه امام حسین بر سرمون باشه، در برابر این همه دشمن، دشمنای ما یه نفر نیست، یه کشور نیست، خب به عزت میرسه، عزتی که قابل سلب نیست. هیچ کس، هیچ قدرتی نمیتواند بگیره این عزت رو از آدم. ثروتی میرسه، هیچ کس این ثروت، هیچ وقت این ثروت تمام شدنی نیست. ثروت، یه دوستی داریم، این یه مقداری خدمت حاج آقای حق‌شناس رفته بود، یه مقداری مثلا پول برده بود مثلا برای فقرا مثلا. گفتش که به نظرم اومد مثلا فرض کن عددش مثلا 1,000,000 تومان بود، 2,000,000 مثلا، یه ذره عددش زیاد بود، به نظرم اومده بود. همون شب خواب دیدم، رفتم خدمت آقا. ایشون معمولا میگفت داداش جون، دست منو گرفت، داداش جون بیا. رفت سر این گنجه، گنجه رو باش کرد، سراسر پر از اسکناس. میخوای از این پولا بهت بدم؟ من همطور موندم در خجالت. بعد اینو بس رفتیم سر گنجه دیگر. حالا اگه شما روز اونجا میرفتی، معمولا میرفتیم اونجا، گنجه پر از کتاب بود، گنجه دوم پر از اسکناس، همطور تا صدر چینده پر. میخوای از این پولا بهت بدم؟ سومین گنجه، چهارمین گنجه، منم هی دارم میرم تو زمین فرو از خجالت. آدم به یه ثروتی میرسه دیگه تمام نمیشه.
هیچ وقت تموم نمیشه. این اگه میخوای، اگه شما که جوانین بخواین همت کنین، بخواین شاد بشه. امشب رو قدر بدونین، به احترام صاحب عزا که دیگه بالخصوص صاحب عزا امام زمان است، صاحب عزای مادرشون هم باز امام زمان است، صاحب عزای حضرت حسین هم امام زمان است، اما این بالخصوصه. اینو قدر بدانید، شاید خدا یه مرحمتی کنن بر ما که اینجا هستیم. شاید یه نفر اینجا دلش خالصانه بسوزد و به برکت اون دلسوزی اون یه نفر، خدا بر همه کشور ما رحم کند. میشه ها به یه دلسوزی خالصانه میشه نظر مبارک حضرت ولی هست که در اثر دروغایی که توی کشور ما گفته میشه، ظلمایی که توی کشور ما میشه، چیزی که اسمشو نمیتونه آدم ببره، اینقدر زیاد شده بعد از انقلاب، بیشتر شده. این رو شاید ایشون نظر مبارکش برگرده به برکت یه دل سوخته که برای پدر بزرگوارش. سلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله، علیک منی سلام الله، ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين.